حیوانات زیادی توی دنیا وجود دارن که ازشون به عنوان حیوان خونگی استفاده میشه. اما خب یک سریاشون از همه بهترن و برای نگهداری داخل خونه بسیار مناسبه. سلام به همه رکسفنیا، من رکسر هستم و تو این ویدیو میخوام 7 از بهترین و مناسبترین حیوانات خونگی رو بهتون معرفی کنم. فقط قبلش ازتون میخوام برای حمایت از من این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید و اگرم دارید از اینستاگرام این ویدیو رو میبینید حتما ذخیره کنید، چون اگه زمانی خواستید حیوان خونگی بگیرید این ویدیو میتونه کمکتون کنه. حاشیه نمیرم، بریم سراغ معرفی. شماره 7، سگ. به جرئت میشه گفت سگ‌ها یکی از بهترین حیوانات خونگی به حساب میان، چون هم باهوشن و هم میتونن به بهترین دوست شما تبدیل بشن. چه بخواید داخل خونه یا خارج خونه ازشون نگهداری کنید فرقی نمیکنه، چون در هر صورت میتونه یه انتخاب مناسب برای شما باشه. داشتن سگ روحیتون رو عوض میکنه، چرا که اونها عاشق بازی کردن و تحرکن و شما رو برای بیرون رفتن و بازی‌های پرتحرک ترغیب میکنه. البته میشه گفت سگ‌ها حیوانات پرخرج و پردردسری هستن، چون به آموزش و مراقبت‌های مداوم نیاز دارن و نگهداری از اونها ممکنه زمان زیادی رو در طول روز از شما بگیره. پس اگه زمان کافی ندارید این گزینه بهتون پیشنهاد نمیشه. شماره 6، گربه. گربه ها بامزه و ملوسن و به راحتی میتونن با تمام اعضای خانواده خوب بگیرن. گربه ها ممکنه به اندازه سگ ها باهوش نباشن، اما اگه فرد نسبتاً پرمشغله‌ای هستید نگهداری از اونها میتونه انتخاب خوبی باشه، چون گربه ها شخصیت مستقلی دارن و بیشتر کاراشون هم خودشون انجام میدن و با تنها موندن هم مشکلی ندارن. گربه ها زمان خیلی کمتری نسبت به سگ ها ازتون میگیرن. برای مثال شاید شما برای آموزش دستشویی به سگ ها 1 هفته تا 1 ماه باید زمان بذارید، اما گربه اصلا نیازی به این آموزش نداره، چون به شدت موجود تمیزیه و این کارو خودش بلده. شماره 5، پرنده. پرنده هایی مثل توتی نه تنها زیبا و رنگارنگن، بلکه از طریق آوازهاشون شادی رو به خونتون میارن. پرنده ها یکی از بامزه ترین و سرگرم کننده ترین حیوانات روی زمین هستن که شرایط نگهداریشون نسبتاً آسونه، چون اونها فقط به توجه، آموزش و نظافت نیاز دارن. البته در آموزش پرنده ها باید صبور باشید، چون ممکنه یکم طول بکشه. اکثر پرنده ها بی خطرن و میتونن بدون هیچ مشکلی تو فضای خونه زندگی کنن. تنها نکته در نگهداری پرنده ها همون توجه کردنه، چون اگه توجه کافی بهشون نداشته باشید دچار کلی رفتار مخرب میشن که میتونه هم حیوان و هم خود شما را اذیت کنه. شماره 4، ماهی. این موجودات ساکت و آروم میتونن زیبایی خونتون رو افزایش بده. اگه دوست ندارید محیط بی سر و صدا و آروم خونتون رو تغییر بدید، انتخاب ماهی و گرفتن آکواریوم میتونه انتخاب خیلی خوبی برای شما باشه. ماهی حیوان حساس و ظریفیه و خیلی زود آسیب می‌بینه. پس باید به تغذیه اونها حواستون باشه و مطمئن بشید که غذای درستی رو به ماهیتون میدید. تمیز کردن آکواریوم یا مخزنی که ماهی رو داخلش نگه می‌دارید هم برای جلوگیری از ایجاد کثیفی و میکروب ضروریه. شماره 3، همسر. کوچیک، سرگرم کننده و پر انرژی از خصوصیات بارز این حیوان دوست داشتنی. اگه صرفا فقط میخواید یه حیوان خونگی داشته باشید، همستر میتونه گزینه خوبی برای شما باشه، اما به شرطی که مرتبا مراقبشون باشید. اونها معمولا در طول روز راحت میخوابن و تازه از غروب خورشید کم کم بیدار میشن. واسه همین وقتی خونه نیستید نگران همسترتون نباشید. همسترها سریع کثیف میشن و بوی اونها میتونه ناخوشایند باشه. از این رو قفسشون به تمیز کردن مکرر نیاز داره که یکم هم زمان بره. اینم بگم که برای افرادی که زمینه حساسیت و آلرژی دارن اصلا پیشنهاد نمیشه. شماره 2، خوکچه هندی. خوکچه هندی برخلاف اسمش نه ارتباطی با هند داره نه ارتباطی با خوک ها، بلکه این موجودات خونگرم و اجتماعی متعلق به آمریکای جنوبی هن. این حیوان رو به راحتی میشه نگهداری کرد، چون باهوشن و به کارهای شما واکنش نشون میدن. خوکچه های هندی غالبا موجودات اجتماعی هستن و همیشه به همراه نیاز دارن. البته از فضاهای کوچیک هم خوششون نمیاد و برای زندگی به یه مکان بزرگ نیاز دارن. اونها تا حد زیادی به ویتامین C وابستن، بنابراین به طور مداوم به مواد غذایی سالم نیاز دارن. و در آخر میرسیم به شماره 1، یعنی خرگوش. خرگوش ها جزو یکی از بامزه ترین و محبوب ترین حیوانات خانگی به حساب میان. عادت کردن اونها به لمس شدن توسط انسان ها ممکنه یکم زمان بر باشه، اما بعد از اون به یک حیوان خانگی جذاب تبدیل میشن. این حیوان برای بچه ها بسیار دوست داشتنیه، چون میتونن کلی باهاش سرگرم بشن و از داشتنش لذت ببرن. اما باید حواستون باشه یه زمان از دستشون نیفته، چون جثه کوچیکی دارن و اگه از ارتفاع بیفتن ممکن آسیب ببینن و حتی جونشون رو از دست بدن. از اونجایی که خرگوش ها موجودات اجتماعی هستن نیاز به توجه زیادی دارن،
قفسشون هم به تمیز کردن مداوم احتیاج داره، چون معمولا خیلی زود قفسشون رو نابود میکنه. دمتون گرم که تا این ویدیو رو تماشا کردید. ازتون میخوام تو کامنت بنویسید اگه یه روزی بخواید حیوان خونگی بگیرید کدوم یکی از این حیوانات رو انتخاب میکنید و به نظرتون جای چه حیوان دیگه ای توی این لیست ما خالی بود. لایک و کامنت فراموش نشه و همین دیگه، دمتون گرم، خیلی مخلصم.